و اگر به بنده خیر بخواد نفسشو برای خودش موعظه قرار میده، نفسش واعظش میشه، امر و نهیش میکنه. اگر به انسانی خیر بخواد نیاز مردم رو در دستش میذاره، یعنی چه بندگانی که برای قضای حوایج مردم هن. اگر برای انسانی خیری بخواد چه بسا که در خواب سرزنشش بکنه. خب اشخاصی را که در هر گناهی در هر کجی خداوند گویا دنبالشونه، مراقبشونه نسبت به هر تقصیری، به مجردی که از راه حق خارج بشه تنبیهش میکنه. چون انسانی باید شادمان باشه، خوشحال باشه، این دلیل محبت خداونده. روایتی از محمود ابن لبید که حضرت رسول اکرم علیه السلام فرمودند که اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. امام احمد علیه الرحمه در کتاب مسند خودش این حدیث رو نقل میکنه. کتاب مسندش بیش از 40,000 حدیثه که استادمون شیخ محمد منتصر الحسنی الکتانی که رحمت خدا بر او باد این کتاب رو حفظ بود. آخر هر ماه هفته اخیرش می اومد مدینه منوره، این کتاب اونجا بر ما تدریس میکرد یک هفته کامل. باز برمیگشت مکه، اونجا تفسیر قرآن در حرم انجام میداد. خب یه پزشکی مثلا یه مریض رو علاج میکنه، مریض علاجش کرده، شکمش پاره کرده، جراحیش کرده، خود مریض چقدر خوشحال از این، چطوری ازش تشکر نمیدونه، چطوری ازش تشکر کنه. ولذا اگر خدای نکرده من شما گرفتار مصیبتی شدیم، گفتیم الحمدلله در مصیبت، گفتیم الحمدلله و صبر کردیم، این دلیل موفقیته.